خیلی آسونه. ببینید بچه ها، ریشه ها دو سه هستن، شما فرض کن این دو این سه، ضریب ایکس دو مثبت، پس سهمیه رو به بالاست. آه این دو این سه. بچه ها مقادیر بزرگتر از دو کجا میشه؟ میشه اینجا دیگه. بچه ها به ازای این تابع چیه؟ این پایین منفیه دیگه. اه پس این منفی شد، یعنی میشه منفی ایکس منهای دو در ایکس منهای سه، ایکس در ایکس منهای دو. تمام، میام ایکس منهای دوها رو با هم میزنم، جای ایکس دو مینهم، دو منهای سه میشه منهای یک، یه منفی هم پشتشه میشه یک، اینجا هم یه دو میذارم و میشه چند بچه ها؟ یک دوم و گزینه یک میشه جواب این تست. و چقدر ما خوب حل کردیم این سوال. دیدی چی شد؟ متوجه شدی الان بچه ها؟ ببین سوال آزمون جامعه سنجش بود، خیلی هم سوال باحالی بود. عبارت درون قدر مطلق اول فهمیدیم، وقتی ایکس به سمت دو میره تو حده ها، ببین تو حد باید ببینی علامت چیه، نه اینکه کلا اون عبارت بیای تعیین علامتش کنی. خب وقتی ایکس به ازای مقادیر بزرگتر از دو حرکت میکنه عبارت مثبته. اگه میگفت مثلا مقادیر بزرگتر از سه مثبت میشد، کوچکتر از دو مثبت میشد، بالا مثبت میشد. اینجا به ازای مقادیر کوچکتر از دو به دو یا کوچکتر از سه به سه، پایینو چیه بچه ها؟ منفی. رنگیش کنم برات که حذفشو ببرید. آه اینجا منفیه. خب منفیه، قدر مطلق رو از بین بردم، منفی رو انداختم پشتش. خیلی خوب، این ایکس منهای دو ایکس منهای دو با هم رفتن، این منفی موند، این موند، این موند، جای ایکس دو گذاشتم و جواب شد یه دوم. خیلی هم ساده و شیک و باحال. بله و این از این. حالا اینجا رو دقت کن، این تست آزمون جامعه قلمچی بود، میگه حاصل این حد رو بده. آقا خدا وکیلی این حد رو شما بخوای به روش مدرسه حل بکنی خیلی کار سختیه. تازه من هوپیتال بهتون میگم، بهتون گفتم یه روش خفن‌تر از هوپیتال دارم، اونم بهتون بعدا خواهم گفت. شک نکن، شک نکن. خب این دوتا، یه دونه و دوتا و بچه ها سه تا تست هست تا سر پیوستگی بزنیم. یه 10 دقیقه بهتون آنتراک میدم، بعد میام پیوستگی رو بهتون میگم و این فصل رو میبندم کلن. خیلی خوبه ها، یعنی ما الان تونستیم این فصل هم گروه لامپاش رو بهتون بگیم، هم شما رو واسه امتحان آماده بکنیم، بعد اون سورپرایز مثلثات هم براتون دارم. واقعا روش بی نظیریه، من خودم سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانت همه رو بدون اینکه اصلا هیچ فرمولی حفظ بکنم با یه دایره ای که تو ذهنمه فقط جواب میدم، بازم فقط یه مکس چند ثانیه‌ای فقط میخواد، بدون خطا، ریسکش پایین، خیلی عالی. خب الان اینجا رو بچه‌ها بریم ببینیم چه خبره. آه سوال میگوید حاصل حد این تابه وقتی ایکس به سمت سه میره کدامه. خب طبق روال و عرف برنامه اول سه رو ورود میدیم بچه‌ها، سه رو میذارم، سه سه تا 9 منهای 5 4 که ازش 2 0 بالا پایینم 0 0 0 رو مبهم. رفع ابهام بچه‌ها خیلی دلم میخواد برید ببینید مثلا تو کتاب چجوری رفع ابهام میکنم، واقعا خیلی کاره سخت و بدیه. ما چیکار میکنیم؟ ما میایم هوپیتال میزنیم، میگیم آقا هوپیتالمون اینه، بالا مشتق صورت، منفی دو که عدد ثابت حذف صفر هیچی، رادیکال 3x منهای 5 مشتقش، مشتق توییه، منفی 5 که صفر، 3x میشه 3 برویه، دو رادیکال 3x منهای 5 عالی، پایین این که حذفه x2 میشه چی؟ 2x. میگم حد این تابه حالا وقتی x میره به سمت 3، سه رو ورود بده بچه ها، دو سه تا پایین میشه 6 تا، سه رزار این میشه 9، 9 منهای 5 4، رادیکال 4 2، 2 2 تا 4 تا میشه 3 چهارم، میشه 3 24م میشه 1 هشتم. گزینه 2 آزمون جامعه قلمچی هم بود، خیلی هم ساده حل شد. دیدی چیکار کردیم با گروه لامپ؟ گروه لامپ ابر گروه لامپ باشه بعدن، روش خاصه بمونه بعدن، الان نه. رودل میکنید همه رو یهو یاد بگیرید. تست بعدی، واو سوال کنکور داخل تجربه 98، عجب عجب عجب. آه حد این تابه وقتی ایکس میره به سمت منفی 8، آه طبق عرف و روال منفی 8 رو وارد تابه میکنیم، 64 منفی 80 16 بالا 0،
پایین ریشه سوم منفیش منفی 2 در 6 منفی 12 12 0 0 رو میریم سراغ خب فکر کن تو اینو بخوای به روش مدرسه حلش کنی نمیشه. دقت کن اینجا رو بچه ها، مشتق بالایی یه 2x دارم، 10x هم یه دونه 10 برویه، 12 که حذف 6 میمونه، رادیک ضرب داره